درود به همه شما یاران وفادار ایران فردا. چه بگویم جز آرزوی شادمانی، آرزوی پیروزی، آرزوی سرشاری و اینکه امیدوارم روز والنتاین به شما دلدادگان خوش گذشته باشد. گویا اینکه در سرزمین ما عشق ممنوع است در شکل زیباش، در شکل گل سرخ، در شکل گل یاس. بله، باید همه چیز به شیوه آقایان باشد. بگذاریم که حالا حجت الاسلام ها متخصص کامجویی شدند و راهنما و مشاور امور زندگی. باری، هفته گذشته یکی از دوستان و همکاران قدیم و ندیم من، کسی که بسیار بهش ارادت دارم و خیلی هم دوستش دارم، ایمیلی برای من زده بود که فلانی لوبت کجاست؟ لوبت والا رو میگفت، بانوی شاعر بزرگ عزیز زیبای همه ما. و من خودم یه دفعه متوجه شدم مدت هاست از لوبت خبری نیست، شعری ازش منتشر نشده، تصویری ازش ندیدیم و میدانستم که تن نازنینش به ناز طبیبان نیازمند افتاده است. گفتم چه کنم که این دوستمونم که خیلی لوبت رو دوست داره و از دیرباز، یادش به خیر، وقتی تهران مصور مهندس والا برادر لوبت بود و لوبت والا شیبانی و همسرش عملا تهران مصور رو میچرخوندن. اون دورایی که تهران مصور هر شماره یکی از آثار برجسته نقاشی یا مجسمه سازی دنیا رو اضافه بر روی جلدش چاپ میکرد و لوبت اونجا بود و وقتی وارد میشدی این مظهر زیبایی و حشمت و نجابت و جلال، شازده بانو، در واقع همیشه شعر زیبایی داشت که برات میخوند. و همینطور ما بخت و این رو داشتیم در لندن هم زیر سایش بودیم اون زمانی که من در کیهان لندن بودم. بهش درود میفرستم و برای اینکه این همکار و دوست قدیم و عزیز من خیلی برام ارزش داره، اگر اسمشو میتونستم بگم شما هم براش خیلی ارزش قائل بودید، میشناسینش. گشتم، فیلمی از لعبت پیدا کردم، کوتاه، لعبت شاعر و شعر میخوانه. با درود به او و آرزوی این که هرچه زودتر سلامت کامل رو به دست بیاره که من همجه تو استودیو میزبانش بشم، بگذارید برنامه امروز متفاوت باشه. صدای لعبت و تصویرش رو بشنویم و ببینیم و بعد پیام های شما رو تماشا میکنیم. لالایی بهار در این خزان ابد ماندگار زود آغاز، که بازتاب سرود پرندگانش نیست به غیر تلخ غریب شکسته زاغان، در انجماد خون به رگ کوچه باغ‌های کبود، سرود سرد درختان ترانه دلگیر، تنین مرثیه آفتاب خواب‌آلود، برای مرغک عاشق جوانه چون اکسیر، امید خواب به لالای بهار محال، و شوق رستن گل ریشه ها خیال خیال. بهار رفته و از یاد برده است انگار، که دیر اگر برسد ریشه ای نخواهد ماند، که دیر اگر برسد بلبلی نخواهد خواند. مثل همیشه لعبت زیبا بود و با شعر زیبایش. حالا بنده آمادم برای شنیدن پیام های شما با وجود سرماخوردگی و سینه و غیره و غیره. میشنویم نخستین پیام رو. یک پیام کوتاه دارم برای آقای صفیان.
سفیان عزیز، برنامه های خوب شما رو صدای گرم و دلنشونتون دوست چندان دلنشین تر میکند. با امید پیروزی و شادی برای شما عزیزان. قاصر از آلمان. سپاسگزارم دوست عزیز. مطمئن هستم همکار عزیزم محمد سفریانم از پیام شما شادمان شده، برای که او با تمام عشق و وجود، او و لیلا سامانی برنامه هاشون رو درست میکنن به همراه همکاران دیگرشون، به همراه تهیه کننده برنامه، ادیتور و مجموعه ای که این برنامه های بسیار دیدنی رو برای شما عرضه میکنن، و گوینده نازنین چارسو که نیاز به تعریف و تمجید نداره، خودش فوق العاده انسان از هر نظر، انسان قابل ستایشی است. هموطن بعدی. سلام عرض می‌کنم. من انسان به زنگ می‌زنم، اسمم رضاست. از برنامه های شما خیلی تشکر می‌کنم، واقعا خیلی عالی هستم. مخصوصا امشب نگاه می‌کردم به برنامه های همه برنامه ها، دکتر نوری‌زاده و اون یکی برنامه، مخصوصا برنامه اف ام سخن هم دیدم، واقعا خیلی عالی، زحمت میشه و واقعا آدم میتونه لذت ببره. خیلی ممنونم. مرسی. سپاسگزارم دوست سرماخورده من. پس از من هم بدتر سرماخورده هست و با این حال اینقدر صفا و عشق داری که زنگ میزنی به ما. ممنونم ازت. بیننده بعدی. جناب دکتر نوری‌زاده، عرض ادب و احترام و سلام. این شبکه تلویزیون ایران فردا در بین شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبان واقعا جایگاه خاصی داره. من به شدت متاسفم که همه مردم ایران نمیتونن به این شبکه دسترسی داشته باشن به دلیل پارازیتایی که روی این شبکه شما میفرستن. بنابراین با این زحماتی که میکشین و این برنامه‌های فوق‌العاده خوبی که دارین، استدعا میکنم از حضور محترمتون روی ماهواره یاست برین تا برای مردم هم بتونن از برنامه‌های فوق‌العاده خوبتون استفاده کنن. بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدارتون باشه. ممنونم دوست نازنینم با این همه لطف و عنایتت. باورت میشه یک سال و نیمه میخوایم بریم روی یاست. گفتم ما یه بودجه محدودی داریم و همه تلاشمون رو داریم میکنیم، به قول معروف سیو کنیم، ذخیره کنیم، چون برای یاست باید یه مقدار جلو داد و داریم تلاش میکنیم. بودجه ما اجازه نمیده، ولی باید این کارو بکنیم. من مدیونم به شما مردم، همکارانم همینطور. اینجور حمایت میکنین از تلویزیون خودتون و علارغم همه پارازیت ها به هر شکلی شده ما رو میبینید. من وظیفه دارم کار رو راحت تر بکنم. باور کنید با تمام وجود دنبالشم و این کار عملی خواهم کرد. بیننده بعدی. سلام عرض میکنم آقای نوری‌زاده عزیز و محترم. هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تری میرسد. جنابالی در برنامه آقای کلنگی روز جمعه یه چهره تازه رو نشون دادید به نام آقای کردنیان که شریطه مادر حسن نصرالله به گردنش بسته شده بود. در زمان مرحوم دکتر اقبال، پدر ایشان به نام سلمان کردنیان در شرکت نفت کار میکرد. پدر آقای خسروجردی ایشون رو خوب میشناخت، پدر ایشون سلمان کردنیان. این آقای سلمان کردنیان راضی بود یه مملکت به خاطر یک ساعت اضافکاری بفروشه. اون یکی از خائن‌ترین و آدم فروش‌ترین انسان‌های آن زمان بود. قربان شما. سپاسگزارم. هیچی پنهان نمیمانه درباره پدر آقای کردمیهن.
دوست دیگری هم به من یادآور شده بود، خیلی جالبه. هفته پیش آقای آرش ضمن پیامایی که فرستاده بود، دو تا پیام یا سه تا پیام بود خصوصی بود، نوشته بود اینا رو شما خودتون برای شماست. باز کردم اولیشو دیدم که یک دوست قدیمی قدیمی و از دوستانی که با هم هم کار کردیم، عطا آذر تیموری، که خودش مجله داشت، مجله سینمایی داشت، مجله اجتماعی داشت، الان هم تو آلمانه و در فرانکفورت چاپخانه‌ای داره و یک نشریه منتشر میکنه، و پیامی گذاشته بود، علاقمند بود که تلفن آقای رجبی عزیزم، حسین رجبی، معاون وزارت آموزش پرورش و یکی از مردان برجسته عصر پهلوی، او رو بهش بدم. غلط اینه که تلفن زدم بهش، اول با بانوی گرامیش صحبت کردم که چقدر به من لطف داشت، و بعد با خود آذر تیموری. بعد از این همه سال باور کنید انگار همون دیروز بود که فکر کنم مجله فیلم و هنر مرحوم علی مرتضوی بود، اونجا هم دیگر رو دیدیم، یا پیش حسین سرفراز عزیز. در حال چقدر قشنگ این تلفن ها، این یادآوری ها. ممنونم. بیننده بعدی. جناب دکتر نوری‌زاده سلام عرض کردم، از طرفداران پابرس شما هستم، خیلی دوستتون دارم و بهتون علاقه دارم. جناب نوری‌زاده میخواستم خواهش کنم راجع به نفت دریای خزر صحبت بفرمایید، شما اطلاعات بسیار وسیعی دارید و ما میخواییم بدونیم که وضعیت نفت در دریای خزر چجوریه و آیا ما شروع به استخراج کردیم نکردیم، چون من میبینم که آذربایجان همینجوری داره استخراج میکنه. توضیحات لازم رو برای ملت ایران بدید. دستتون رو میبوسم، از برنامه های خوبتون تشکر میکنم. از تهران هستم، خدا حافظ شما. روی عزیز شما رو میبوسم دوست عزیزم. ببینید، من البته یک برنامه ویژه راجع به این خواهم داشت حتما، چون بسیار مهمه. آذربایجان از اون زمانی که جزی از اتحاد جماهیر شوروی بود، نفت دریای مازندران رو استخراج میکرد و شما همین ساحل باکو همیشه نفتی بود و اون زمان هم خیلی بد بود و تأثیر رو زندگی آبزیان گذاشته بود، ماهی خاویار رو داشت از بین میبرد. بعدن آذربایجانی اومدن نظم و نسقی دادن، شرکت های اروپایی اومدن، توتال اومد و یک ترتیبات دیگری دادن. حالا ما دوچار تلسم شدیم در اونجا، در زمان آقای خاتمی، یک انسانی که حالا اینجا بدنامش هم کردن، بهش اتهام زدن، آقای رضا طباطبایی، که خب این اتهام هم بیپایه بود. این آدم رفت شرکتی رو ورداش آورد که در دریای مازندران نفت و گاز استخراج کنه. اومدن تمام برنامه ریزی هم شد، قراردادم داشت بسته میشد، یه دفعه سپاه پرید وسط و جلوی کار رو گرفت. نتیجه چی شد؟ همون شرکت یعنی توتال پاشد رفت آذربایجان، همون برنامه برای ایران اونجا پیاده کرد و هزاران هزار بشک نفت الان داره استخراج میکنه. سیستم مدرنی رو اونجا برقرار کرد، بریتیش پترولیوم رفت و آذربایجان غیر اون مناطق نفتی نداره، در حالی که این نفت متعلق به ما هم هست. ما در جاهایی مرز مشترکی که داریم، اون طرفش آذربایجان دکل زده داره نفت استخراج میکنه. اخیراً یه تلاشایی شده، آقای زنگرم پیگیر شده که در یک گوشه‌ای به استخراج نفت رسیدن. امیدوارم واقعا حق ایران رو در اونجا بتونن صیانت بکنن. وقتی آدم دچار احمدی نژاد میشه، همه چیش رو از دست میده، اعتبار بین المللیش، جایگاه، ثروت، بیت المال، همه چی از بین میره. بسیار اسباب تأسف. حتما در این مورد برنامه ویژه میذارم که با
ارقام بدونی چقدر نفت هست، پیشبینی چقدره، ما چقدر میتونیم اونجا ادعا داشته باشیم، حتما این کار رو خواهیم کرد. بسیار ممنونم ازتون. هموطن دیگر. درود بر جناب نوری‌زاده. جناب نوری‌زاده، من از پاریس سر میزنم. الان دو سه روزه ما از برنامه های جالب واقعا بی‌نظیر شما محروم شدیم. من با جی ال باکس میگیرم، دو سه روزه تمام کانال ها رو میگیره، فقط ما رو شما رو پارازیت نمیدونم برای چی. حالا خواستم اطلاعاتون برسونم ببینم فقط ما رو خوره. من تو پاریس اینطوری یا جای در فرانسه همه اینطوری به این مشکل برخورده. خیلی متشکر میشن، موفقیت و سعادت و سلامتی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدارتون باشه. سپاسگزارم هموطن عزیزم. گاهی اوقات اینجوری میشه، گاهی اوقات سیستم کامپیوتر به هم میریزه، اما گهگاهی هم لازمه این دستگاه جیل باکستون رو خاموش بکنید و دوباره روشن کنید. این اتفاق هم میفته. گاهی اوقات من نگاه میکنم خودم، میبینم که لیپسینگ نیست، صدای من سینک نیست با دهانم، خاموش روشن میکنم درست میشه. از این چیزا پیش میاد، ولی روی جیل باکس که پارازیتی نیست، اونا مستقیم برنامه ما رو میگیرن، لینک دارن مستقیم، و بنابراین میگم احتمالاً یا یه مشکل فنی بوده در یه زمان معین، چون اینجور که من از حرفای شما استنباط کردم همگاه نبوده، یه ساعت معین یا ساعت، شاید ساعت پخش برنامه من. ممنونم. عطای معینی نازنین من میشنوه، حتما او اگر مشکلی بوده حتما برطرف کرده. تاله هموطن بعدی. جناب نوزاده با عرض سلام و ارادت، امروز روز سه‌شنبه ساعت 10:30 صبح به وقت نیویورک بنده تلفن میزنم خدمتتون. برنامه البته امروز من واقعا از صبح تلویزیون رو آن گذاشتم که من اون شخصی رو که مورد توجه من هست اسم ایشون رو بدونم. خب خوشبختانه آقای ناصر شاهین‌پور بودن. من از شما یه خواهش دارم، اگه برنامه رو توجه بفرمایید اسم ایشون میاد، ولی اگه کسی وسط برنامه وارد بشه، خود من تقریبا به همین حالات بودم، اسم ایشون رو نمیدونستم. در صورت خیلی برنامه جالبی است و مهمترین چیزی که امروز دیگه اتفاق افتاد معذرت میخوام، صحبت آقای دکتر میلانی بود. واقعا محشر صحبت کردن، ولی متاسفانه استادی که ترجمه کردن، که خب کار خوبی کردن، ترجمه خیلی قشنگی بود، برای که من هم خدا آقای میلانی صحبت میکردن گوش میدادم، هم ترجمهش خیلی قشنگ ترجمه کرد. اسم ایشون هم نمیدون، نبود در زیر برنامه. استدعا دارم اگر امکان داره لااقل اسمی آقایون رو بنویسید که زحمت میکشن، ما بدونیم اسمشون چی هست، و این خودش خیلی خوبه. خب البته قیافه آقایون قابل شناخت، از صحبتاشون بسیار مؤثر و خوبه، ولی حیف که آدم ندونه اسمشون. شاید بخوایم بریم وبسایتشون رو چک کنیم، یه چیزی ادیشنال پیدا کنیم و اینا، خیلی مهم است. با سپاس فراوان، واقعا برنامه‌ای رو که شما اجرا کردید و این تلویزیون رو دار کردید، واقعا بهتون تبریک میگم. یه تلویزیون بسیار بسیار خوب و پیشرفته است، چون مثل ظرف چاکلت همه نوع شکلات درش هست، ولی همه آخر کار همو طعم قشنگ شکلات رو میده. موفق و پیروز باشید. مرسی. ممنونم دوست نازنینم. بله، آقای ناصر شاهین‌پر همکار نازنین و دوست قدیمی من، اسباب افتخار منه که در خدمت ایشون. چشم، حرف شما درسته، باید در میان برنامه‌ام اسم ایشون بیاد. اون ترجمه هم گمان میکنم همکار عزیزم آقای حسین اعجازی انجام داده بود که مجری همون برنامه هم از گل گشت. ازش ممنونم. خب هموطن بعدی. آقای دکتر گلزاده سلام، امیدوارم سلامت باشید، تندرست باشید. متاسفانه برنامه های وقتی خانه پدری تکراری بود و شما سه‌شنبه تشریف آوردید، با حالی که
مناسب نبود برای برنامه، ولی شما به عشق ما آمدی و من الان بسیار ناراحت هستم، چون که شما مریض هستیم، برنامه میگفتم و دوزه فرقه بود، تکرار بود، من حقیقتا به هم ریختم، چون که متأسفانه الان نزدیک دو ماه هم از پدر آمده هستم. یا ما شما سلامت باشین، شما تندرست باشین، شما که تنتونات طبیلان نیازمند مراد سایت بلند باشه. علی بگان روزاده عزیزم فلای تو بابک هستیدم. ممنونم بابک نازنین، درود بر تو. چه بگویم این همه مهر و لطف رو. نه الحمدلله حالم بهتره امروز و انشالله دیگه از آغاز هفته آینده حال بهتری خواهم داشت. خب برنامه دکتر کویرم که بهتون وعده داده بودم بر بالای سیمرغ رو مشاهده کردید نخستینشو و همونطور که انتظار داشتیم برنامه بسیار زیباست، ادامه دارد و دنبال خواهید کرد و حتما در هفته آینده نقطه نظراتون رو درباره این برنامه هم برای ما باز خواهید گفت. هموطن بعدی سلام، من امیدوارم که این پیام من رو آقای میریزاده بشنوند. در برنامه این هفته آقای دکتر سیروس آموزگار، ایشون راجع به آقای دکتر میفندرسکی صحبت کردن و داستان یک هواپیمای کمک های بشر دوستانه از شوروی برای فلسطینی ها صحبت کردن و بعد گفتن که یه هواپیما نبوده، 32 هواپیما بوده. بله، امیدوارم که آقای دکتر سیروس آموزگار در این مورد توضیح بیشتری بدن. 32 هواپیما کمک‌های بشر دوستانه نبود، بلکه تمامش اصل مهماتی بود که شوروی برای زندیات انور سادات فرستاد که بتونه در جنگ با اسرائیل صحرای سینا رو از اونها پس بگیره. امیدوارم که این موضوع رو روشن بکنید برای نسل جوان، برای اینکه من که با شما صحبت میکنم یه آدمی هستم که بیش از 75 سال عمرمه و خیلی چیزها رو در ایران دیدم. بنابراین نسل جوان رو باید روشن بکنید که یه هواپیما وسایل بشر دوستانه نبوده، کمک های بشر دوستانه نبوده. هواپیماها 24 ساعت آسمان ایران در اختیار دولت شوروی بود که این کمک ها رو به نصف برسونن که نصف بتونه صحرای سینا رو پس بگیره. ممنونم دوست عزیزم. آرزوی بازگویی حقیقت ها. حتما ممنونم ازتون، از توضیحتون. و همین مسئله باعث شد دکتر میرفندرسکی مقام خود رو به عنوان قائم مقام وزارت خارجه از دست بده. داستان از این قرار بود که روس‌ها تماس گرفتن که میخوان برای مصر کمک بفرستن. رابطه ایران مصر هم خیلی خوب بود. میرفندرسکی از پادشاه پرسید. پادشاه به تصور اینه که یک بار فقط این یه هواپیماست و میخواد عبور کنه گفت اشکال نداره. دکتر میرفندرسکی فکر کرد که پادشاه اوکی داده. به روسا گفت. خب میرفندرسکی سالها خدمت کرده بود در مسکو، میشناخت روسا رو. اعلام کرد بهشون. روسا هم بلافاصله در واقع برجی، یک پلی بین مسکو و قاهره از راه تهران برقرار کردن. چون از هر راه دیگه میرفتن مشکل داشتن، ترکیه اجازه نمیداد، جاهای دیگه مشکل، از راه ایران. و هیچ وقت سادات این محبت رو فراموش نکرد. بعد ستاد ارتش اومد خبر داد به شاه که همینجوری هواپیمای ایلیوشین قولپیکر روسی دارن از فراز ایران میرن. شاه سوال کرد از میرفندرسکی، مگه تموم نشد؟ میرفندرسکی گفت علازت اجازه دادن، ما هم به اونا گفتیم. گفت من یه هواپیما رو اجازه دادم. چون بعد شاه زیر فشارم قرار گرفت. شاید هم بازی کرد، یعنی در واقع حقا اجازه داده بود این کار بشه چون میخواست به سادات کمک کنه. 2 میلیون تن نفت مجانی به سادات داد. سادات میگه ما به دوستان عرب و برادران عرب میگفتیم نفت بدیم، گفت باش حالا یه هفته دیگه فردا. شاه وسط آبها دستور داد تانکرهای ایرانی بیان در مصر و ما بنزین و نفتی که برای جنگ میخواستیم ایران به ما داد. شاید هم بازی کرده شاه.
روی فشارهای غرب، آمریکا، غیره، و به هر حال خود اسرائیلی‌ها این انتظار رو نداشتن، گفته خب میرفندسکی رو برکنار کردم. ولی خب میرفندسکی دوباره بازگشت و وزیر خارجه هم شد. یعنی منظورم اینه که اون لحظه این کار رو کرد. ولی درست میگید شما، 32 هواپیمای ایلیوشین نظامی روسی، حالا کمک‌های انسانی هم بردن، ولی مجموعه اونا 90% کمک‌های نظامی بود، لوازم یدکی بود، توپ بود، تانک بود، انواع اقسام سلاح‌ها رو با اون ایلیوشین‌های قول پیکر فرستادن به مصر. ممنونم ازتون، چقدر بینندگان نکته سنجی داری. هموطن بعدی. الو، این من میخواستم سوال بکنم که این الان چهار باره که مال این آقای نوریزاده رو همه رو بازپخش میزنید. خب اینم بارش میمیسیم بازپخش که ما دیگه نشینیم و منتظرش میمیم چطور میشه، چه اتفاقی افتاده، چی شده که اینو لطفا اینو تو برنامه هاتون به این که ما متوجه بشیم. خیلی ممنون، خداحافظ. دوست عزیزم، من دو سه روز حال نداشتم، در سفرم بودم، حالم هم خوب نبود. یه روز که با اسکایپ برنامه رو ضبط کردم از نتیجه شادمان نبودم، نه نور قشنگ بود نه تصویر خوب بود. بنابراین گفتم دو روز دیگر برنامه تکراری از من پخش بشه. یعنی در واقع دوشنبه که من برنامه جدید داشتم، شما مشاهده فرمودید، روز سه‌شنبه برنامه تکراری داشتم، چهارشنبه برنامه ضبط کرده بودم، یا به چجوری بگم، حالا شاید یه روز رو من اشتباه میکنم، پنجشنبه هم که با همه حال نظار و جمعه برنامه دادم، برنامه خودم اجرا کردم. بنابراین یه دو روز سه روز گهگاهی در طول چند ماه پیش میاد که برنامه ما تکراری، اون بالاش هم میزنن تکرار. بازپخش با تکرار فرق داره. بازپخش در همون روز پخش دو نوبت دیگه برنامه های 8 ساعته ما تکرار میشه، اون میشه بازپخش. ولی اگه برنامه از یک روزی که در یه روزی پخش شده در روز دیگری پخش بشه، بالاش میزنن تکرار. سپاسگزارم. هموطن بعدی. با سلام به تلویزیون گرامی و دوست داشتنی ایران فردا. من از ایران زنگ میزنم. مسئله هست که دستاس دلم میخواست بهتونم تماس بگیرم و بهتون بگم، و اونم در ارتباط با برنامه آقای بهنام امینی خبرگزار شما هستش. زمانی که نوبت ایشون میشه و از ترکیه میخوان اخبار رو اعلام بکنن، با کمال تأسف صدای ایشون قطع میشه، یعنی کامل صدای آقای امینی رو ما نداریم. همین الان که دارم صحبت میکنم ایشون داره صحبت میکنه، ولی متاسفانه صدایی نیست. میخواستم که خواهش بکنم این موضوع رو کنترل کنید، چون واقعا یه نقص بزرگه. با تشکر از لطفتون و خدا نگهدار. دوست من سپاسگزارم. عجیبه، من نمیدونم تهران شما با چی میبینید، با ساتلایت میبینید، با آنتن ماهواره میبینید، یا با کامپیوتر، یا با تلگراف، یا با نمیدونم. ولی خیلی عجیبه، چون برنامه بهنام هم مرتب میبینم خودم، هم از روی ساتلایت میبینم هم از روی جلویز، و تا حالا همچین مشکل رو نمیدونم. من باید با قسمت فنی هم صحبت بکنم ببینم در چه صورتی چنین اتفاقی میفته. در حال بسیار ممنونم که یادآور شدی. هموطن بعدی. درود بر شما و همکارتون، درود بر تمام کارکنان ایران فردا. امیدوارم همیشه پایدار و پوینده باشید. فقط خواستم یه راجع به برنامه چمتا بگم. یکی از بهترین برنامه های شما همین برنامه چمتا و چهره هاست، به خصوص با همون صدای آقای سفریان، به خصوص با برنامه که ایشون میریزه. و لطف کنید دستی به ترکیب این برنامه نزنید به هیچ طریق. بریم، یکی از بهترین برنامه هاتونه. من طلایی هستم، از آلمان مزاحمتون میشم. خیلی خیلی پیروز باشید، خدا نگهدارتون. سپاسگزارم آقای طلایی عزیز، ممنون. حتما منم مثل شما
برنامه رو دوست دارم و میبینم و دست بهش نخواهیم زد. اگه هم کاری بشه در جهت بهتر شدنشه، نه اینکه برنامه رو تغییر بدیم. بسیار ممنونم ازتون. حتما آقای سفریان هم شادمان شده، خانم سامانی، آقای سفریان، همکاران دیگه، خانم خیرکار، همشون هموطن بعدی. سلام عرض کردم جناب آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده، از تورنتو کانادا خدمتتون زنگ میزنم. خواستم تشکر بکنم از برنامه های بسیار بسیار خوب شما، جالب شما، برنامه خود شما جناب آقای نوری‌زاده، برنامه آقای فیلم سخن هست و آقای اسداللهی، و در ضمن آقای دکتر علیزاده نوری‌زاده عزیز، از تو خواهش میکنم جای آقای دایی هم خالیه. آخه حیفه شما این همه برنامه های خوب دارید، جای آقای دایی هم خالیه. واقعا لطف کنید بیشتر از ایشون بخواید که در برنامهاتون باشن. من هیچ وقت موفق نشدم آقای دایی رو در برنامه های شما ببینم. قربان شما، خدا نگهدار. نه دوست من آقای دایی اتفاقا مهمان آقای چالنگی هم بودن، خیلی بنده از ایشون دعوتم کردم، حتی تا اینجا که یکی دو برنامه که ایشون روی یوتیوب هم گذاشته بودن ما پخش کردیم با اجازه خودش. خیلی هم بنده ایشون رو دوست دارم و صراحت او رو همیشه ستودم، و حتما آقای چالنگی هم از ایشون دعوت میکنن جزء کارشناسان برنامه تشریف بیارن. چشم. هموطن بعدی. آقای دکتر نوری‌زاده سلام عرض کردیم. من یه موقعی روزنامه اطلاعات پیش آقای اعتمادی که افسر وظیفه من بود نمیدم توی سردبیر جوانان بودن و آقای تیمور گرگین از دوستان بودن نمیدیم اینجا دورادور خدمت شما ارادت خاصی داشتم. همیشه آقای تیمور گرگین در رابطه با جنابالی حرف میزدن، میگفتن میدونی آقای دکتر نوری‌زاده هستن یکی از بهترین و مبرزترین نویسندگان هستم. من هم همیشه به شما ارادت داشتم دیگه، از اون موقعی که شما توی تلویزیون ایران فردا میبینم واقعا خیلی لذت میبرم. انشالله که امیدوارم در موفق باشین و در آگاهی دیر مردم ایران واقعا همیشه پیش قدم باشین. قربان شما. دوست نازنینم ممنونم، درود میفرستم به آقای اعتمادی عزیز، یکی از شریفترین روزنامه نگاران ایران و یکی از موفقترین که جوانان رو به اوجش رسوند. و چقدر از این مهدی زکایی خوشم میاد، خبرنگار آقای اعتمادی بود و وقتی در آمریکا مجله جوان رو در ودای مهدی زکایی با نام اعتمادی آغاز کرد و تا امروز همیشه او رو استاد خود خطاب میکنه. در روزگار ما این نوع معرفت ها کمتر دیده میشه. چه خوشحال شدم نام اعتمادی رو آوردی. بسیار رو دوست دارم و احترام بهش میگذارم و همینطور تیمور گرگین عزیز رو، شاعر نازنین گیلانی. هموطن بعدی. سلام قربان، حال تو خوبه؟ خسته نباشی. من یه سوال برام همیشه تو فکرم همیشه هست، متاسفانه تو حل نمیشه. من سنحوزه زندگی میکنم، من یه عمر هی میخوام با این تلفن صحبت کنم، یه پیغام بذارم. زمانی که آقای نوری‌زاده داره صحبت میکنه مسلما با تلفن جواب میده، ولی متاسفانه نمیدونم، ولی متاسفانه نمیدونم بابایت نمیدونم از ایران تو دهات ایران زنگ میزنه در جا میتونه تماس برقرار کنه. من که دو قدمیش هستم، تو سنحوزه هستم، با لس آنجلس زیاد فاصله ندارم، متاسفانه نمیدونم. مثلا من سوالی داشتم، من میخواستم اگه امکان داره یه تلویزی بدن تماسم با آقای نوری‌زاده برقرار کنی که من یه سوالی در رابطه با داشتم ازشون، میخواستم جواب ازشون بگیرم. اگه امکان داره تلفن من حتما، تلفن شما حتما چیز میشه، سیو میشه، امکان داره یه زنگی با من داشته باشین بزنید، من سوالم رو مطرح کنم بعد شما مطرح بکنیم با آقای نوری‌زاده. دوست من، تلفن ها مستقیم نیست، به همون جایی که شما تلفن زدید، اون روستایی، اون شهرستانی، اون هموطن عزیز ما از ایران زنگ میزنه. آقای آرش این تلفن ها رو برای من میفرسته، من بدون اینکه گوش کنم پخش میکنم همه رو.
چون آرش میدونه ناسزاگویی از این چیزا و خوشبختانه اصلا خود آرش هم میگه اصلا وجود نداره. یعنی آنچنان بینندگان نازنینی ما داریم، شاید اون آدم مأموری هم که باید این کار رو بکنه شرم میکنه وقتی میبینه چه کسانی به این تلویزیون زنگ میزنه. شما محبت کنید، شماره شما نیفتاده. اگه شمارتون رو اونجا بگذارید آرش برای من میفرسته و من به شما زنگ خواهم زد، همونطور که به شمار زیادی از هموطنان در داخل کشور و در بیرون من زنگ میزنم وقتی شمارشون رو میگذارم و دوست دارن با من صحبت کنن. هموطن بعدی. آقای دکتر نوریزاده، من شما خیلی دوست دارم واقعا. اونایی که متولد بخصوص سال 33 هم، من خواهش میکنم از این از شهید نادر جهانبانی، شهید آیت بوحقیقی برای ما بگی. خواهش میکنم چون این روزا شهید شدن. اما ممنونم از این. سپاسگزارم دوست من. حتما من گمان میکنم کم از عقاب ایران نادر جهانبانی و شاهین ایران آیت محققی همه گاه گفتم. آیت رو از نزدیک میشناختم. نادر جهانبانی بزرگ مرد رو در بازداشتگاه دیدم و گفتم براتون. احمد خمینی نگاه کرد بهش گفت شما خارجی؟ به خاطر اون نوع چهره بسیار مردانه و خیلی تیپ رزمنده و تیپ یک پهلوان، واقعا یک قیافه‌ای بود که آدم از یاد نمیبره. و او برگشت گفت نه، من ایرانی و ایرانی زادم. یادش بخیر. یاد بلند پروازان آسمان ایران به خیر که دلاوران جان باختن. آیت محققی ری شهری رو مثل موم در چنگش گرفت و لهش کرد و اون بلند قامت مرد نادر جهانبانی نیز دلاوران جان باخت. واقعا اسباب افتخار ماست که چنین سردارانی ما داشتیم. بله، بهم گفتن به پایان وقت رسیدم و حکایت همچنان باقی است و پیام های شما مونده. در طول هفته خب بعضا پخش خواهد شد. ایران سر بلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوریزاده تا هفته آینده همین ساعت همین جا. همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.